به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی من محمد زلقت هستم و توی این دوره آموزشی قراره که با همدیگه نحوه ساخت یک لوگو موشن بسیار حرفه‌ای رو با هم دیگه یاد بگیریم اول از همه اگر نمیدونید لوگو موشن چیه باید خدمتتون ارز کنم که لوگو موشن ترکیبی هست از دو عبارت لوگو به علاوه موشن همتون میدونید که هر شرکتی برای اینکه محصولاتش رو عرضه کنه و خودش رو به مشتری ها بشناسونه که این محصول اثری از شرکت من هست نیازمند یک لوگوه که در واقع هر برندی الان یک لوگو رو به خودش اختصاص داده و مثلا اگر شما الان یک کفشی رو ببینید که روی اون لوگو شرکت آدیداس هست متوجه میشید که این محصول یکی از محصولاتی است که توسط شرکت آدیداس ساخته شده موشن به معنای حرکت دادن هست و ترکیب لوگو به علاوه موشن یعنی اینکه ما بیایم لوگو رو به صورت متحرک در بیاریم به لوگو موشن لوگو اینترو هم گفته میشه که معمولا تایمی بین 5 تا 10 ثانیه رو به خودش اختصاص میده و لوگو اینترو میتونه اول ویدیوهای تبلیغاتی یا ویدیوهای آموزشی یک برند یا یک شرکت بیاد و یک جورایی به اون شرکت ابهت بیشتری رو بده بیان که لوگو ام رو با هم دیگه ببینیم بسیار خوب برای اینکه ما بخوایم یک موشن رو توی این آموزش بسازیم نیازمند سه تا عامل هستیم عامل اول ابزار مناسب عامل دوم لوگوی مناسب و عامل سوم هم خلاقیت هست که به نوع این خلاقیت از دو عامل دیگه خیلی مهم تره ابزاری که ما توی این آموزش بهش نیاز داریم برنامه ادوبی افتر افکت هست که من از ورژن 2019 اون دارم استفاده می کنم و ابزار اصلی که ما نیاز داریم پلاگین سیبر از شرکت ویدیو کوپایلت ورژن 139 هست که ما فایل نصبی این پلاگین رو هم براتون توی همین پوشه قرار دادیم و میتونیم به راحتی نصبش کنین البته در ادامه هم نحوه نصب کردنش رو خدمت شما عرض میکنم اما یک لوگوی مناسب باید چه شرایطی داشته باشه بیاید که با همدیگه بررسی کنیم که توی این آموزش لوگوی که ما نیاز داریم باید دو تا عامل رو رعایت کنه در واقع لوگوی ما باید استاندارد باشه عاملی که باید رایت کنه اولین عاملش اینه که لوگوی ما در حالت تک رنگ نمایش مناسبی داشته باشه یعنی چی مثلا این لوگوی ام تو اسکیچ رو شما در نظر بگیرید یک بکگراند دایره سفید رنگ داره اینجا هم لوگوی اصلی ما هستش و اینجا هم که آدرس وبسایتمونه اگر بخوایم این لوگو رو به حالت تک رنگ در بیاریم میبینید که لوگوی ما به یک دایره سیاه تمام رنگ میشه و عملا هیچ چیزی از این استایل و فرم برند ما داخلش مشخص نیست چرا؟ چون که الان ما یک دایره سفید رنگ داریم و وقتی که همه این عواملی که داخل این دایره هستن به حالت تک رنگ در بیان میبینید که یک دایره یک پارچه سیاه رنگ رو خواهیم داشت اما برای اینکه من بخوام این حالت استایل و فرم کلی لوگوی خودم رو توی حالت تک رنگ حفظ کنم میام و این بکگراند زیری رو حذف میکنم و این آدرس رو هم نیازی ندارم پس زمانی که ببینید من بکگراند کلی رو حذف کردم و فقط همین حالت استایل اصلی رو نگه داشتم این بکگراند سفید رنگ رو من برای این گذاشتم که شما این رنگ مشکی رو با این رنگ مشکی پاورپوینت با هم دیگه اشتباه نگیرید و زمانی که من این لوگو رو به حالت تک رنگ در بیارم میبینید که استایل کلی این لوگوی من حفظ میشه پس اولین عامل و مهمترین عاملی که ما باید توی لوگویی که توی این آموزش میخوایم ازش استفاده کنیم اینه که لوگوی ما در حالت تک رنگ نمایش مناسبی داشته باشه دومین عاملی که ما نیاز داریم اینه که فایل این لوگو به صورت PNG باشه ما سه فرمت تصویری مرسوم داریم که یکیش PNG، یکیش BMP و یکی دیگرش هم JPG هستش و بین این سه تا فرمت مرسوم فایل تصویری PNG هست که یک خاصیت خیلی مهم داره که ما میخوایم ازش استفاده کنیم و اون خاصیت هم اینه که میتونه بکگران نداشته باشه یا اصطلاحا ترانسپرنت باشه این عامل یعنی چی؟ ببینید دوستان الان این لوگو رو شما نگاه کنید، این لوگو یک بکگران داره این بکگراند مربعی سفید رنگ اگر که من بخوام فقط این دوتا امی که این وسط هست که نشان لوگوی من هست رو سیف کنم و این بکگراند رو حذف کنم نمیتونم به صورت فایل JPG یا BMP ام پی زخیرش کنم و برای اینکه بخوام این بکگراند پشتش رو حذف کنم و به این صورت درش بیارم فقط باید به صورت PNG ذخیرش کنم ببینید دوستان فایل های تصویری PNG میتونن بکگراند داشته باشن یا نداشته باشن اما بقیه فرمت های تصویری JPG و BMP حتما باید بکگراند داشته باشن پس ما باید از یک فایل PNG به عنوان فرمت تصویری لوگوی خودمون استفاده کنیم چرا چون که وقتی می این لوگو رو به حالت تک رنگ در بیاریم ببینید اگر که من این لوگو رو به حالت تک رنگ در بیارم یک مربع سیاه رنگ میشه و اگر بخوام این لوگو رو به حالت تک رنگ در بیارم میبینید که استایل کلیه برند من داره حفظ میشه و مشخصه خب دوستان بیاد بریم با هم دیگه پلاگین سیبر رو نصب کنیم فایل شما من براتون اینجا گذاشتم میتونید روش دابل کلیک کنید و دوباره دابل کلیک کنید نصبش خیلی راحته نکست اینجا هم ورژن افتر رو انتخاب کنید نکست و میبینید که خیلی سریع این پلاگین نصب میشه و به شما میگه که با موفقیت این پلاگین نصب شد فقط حواستون باشه زمانی که دارید این پلاگین رو نصب میکنید حتما برنامه افتر افکت شما بسته باشه که مشکلی به وجود نیاد دوستان عزیزم دقت کنید که شاید پلاگین سیبر با ورژن ادوبی افتر افکت شما یک سری مشکلات داشته باشه تا جایی که میدونم از ورژن 2018 به قبل یعنی ورژن 2017 2016 یک سری مشکلاتی رو داره این پلاگین با افتر افکت که توی ورژن 2018 و 2019 این مشکل وجود نداره پس اگر نکات این آموزش رو داشتید تمرین میکردید و دیدید که همه قسمت ها رو درست میرید اما مشکلی وجود داره یه نگاه به ورژن افتر افکتتون بندازید ترجیحاً اگر ورژن 2018 یا ورژن 2019 باشه دیگه خیالتون از این بابت راحته بیاید بریم توی محیط افتر افکت و ادامه آموزش رو با همدیگه به صورت عملی کار کنیم